یه بارم اینو بزنم با سرعت اول کم، بعد همینطوری زیادش کنیم. شفم داره میخوره و اون چهارتایی هم یادمون نمیره که میشماریم. اگه از اینو از با سرعت خیلی آهسته شروع کنیم به تمرین، بعدا میتونیم اینو سریعش کنیم. سادهش میشه که رو نوت فا و زرد و سفید اینطوری کنیم. دست چپ هیچ کاری نمی کنه، همینجا هست چون بعدا لازمش داریم. خرک ششم دو من برای اینکه ساده بشه اینا رو تقسیم به چهارتا کردم، ولی این چهارتا قاعده نیست. میتونیم فقط برای اینکه ریتمش تو حالت این جمله پردازی تو ذهنمون بمونه، پس انگار که از دو ما شروع میکنیم. یه رام بام 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 دام 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 دام، یک دو یک دو یک دو سه چهار، یک دو سه می فا ره می دو ره می فا سول می فا. چپ هنوز کاری نمی کنه. حالا می خواهیم ساختار موسیقی رو یاد بگیریم. پس شد از شروع دام 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 دام، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو یک دو یک دو سه چار، یک دو سه، یک دو سه چار، یک دو سه چار. خب حالا این میشه پایه. حالا میریم سراغ متن آهنگ. دام 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 از حرکت ششم سفید نوت دو یک یک میایم پایین، همش هم راسته. به اینجا که میرسیم برمیگردیم بالا و به فا خودمون رو میرسونیم دوباره که شاهد ماهورمونه. یه دونه راست بعدش اضافه میشه و از اینکه فارز داریم، یعنی ادامه پیدا میکنن. این دوتا دوتا اینا فا سول می فا ره می به همین ترتیب. پس یه دونه راست، برای اینکه خودمو به نوت فا رسوندم، به محض اینکه زدم یه دونه راست روی می میزنم، پس شد. بعد میگم دوتا دوتا دام بام، یه دونه کمتر دام دام، یه دونه کمتر دیگه رم اینجا ندارم، بس میام میره دام دام، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار دام دام، یک دو سه چهار، یک دو. در واقع اینا هم چهار تان، حالا توضیح میدم اینا بعدتر که چرا چهار تان. در واقع اینا هم چهار تایی هست، پس شد لای 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 لای. بعد سریع راست میزدم رومی، بعد میگم یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. توی اینجا ما پیچیدگی، یکی از پیچیدگی های این آهنگ اینه که ما اینجا این راستا رو یکی در میون داریم میزنیم، پس میشه یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. حالا اینجا میزنم یک دو سه چار، دوباره نمیزنم یک
یک دو سه چهار. این خیلی مهمه که اینو تمرین کنیم، چون بعدن که چپ اضافه میشه چپ داره میخوره ولی راستی که در میون میخوره، یه ذره پیچیده هستین. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. تموم شد. دام 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 دام. یک دو سه چهار. سول دو، سول دو سی لا. ششم، پنجم، چهارم از این شروع میشه، از سول حرکه سوم. دام 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 دام. بعد دوباره سول ثابته، یکی کمتر. دام 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 دام. سی لا سول، سول سی لا سول. یه دونه حالا بازم بمتر. دام 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 دام. بازم بمتر. این رش ممکنه برای اونایی که مبتدیان یه مقداری مشکل باشه. ر فا می ر. بازم چهار تاست. و حالا برمیگردیم روی پایه. را لا 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 که اول هم نیتون باشه زدیم، همون اول و تموم شد، همینه. حالا اینو میتونیم دوباره تکرار کنیم. خب پس من یه بار از اول میرم. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو، یک دو، یک دو سه چهار، یک دو سه، یک دو سه چهار، یک دو سه، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. و یادمون باشه به فا که میرسیدیم یه دونه راست کوچیک میزنیم اینجا، میگفتیم یک دو سه چهار، 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 دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه. فرمان آخریش سه تاست و تمام شد. خب حالا این میشه، اینو باید در واقع تمرین کنیم دیگه، هیچ کاری غیر از تمرین با اینکه اینو بتونیم اجرا بکنیم نداریم. حالا من میخوام هر کدوم از این راستا که میزنم و یه دونه چپ کوچیک ضعیف بهش اضافه کنم. میگم یک دو سه چهار، ببینید. پس ما اول تمرین کردیم، الان دیگه یک دو سه چهارامون رو درک کردیم، فقط داریم الان تمرکز میکنیم که یه چپه رو اضافه بکنیم. یه بار کامل بود. خب اینجا که میشد گفتم که ما چهار تا دو تا وسطیشو نمیزنیم، میگیم یک دو سه چهار، یک دو سه. این چه جنوش با این چپه میشه یک. ببین من یکی رو بزنم، یکی نزنم چه جنوشه؟ یکی تو هوا میزنم، راست دوم تو هوا میزنم. اینو از قصد دارم طولانی میزنم، چون اینو باید تمرین کنی. بهم کردیم. خب حالا بعد از اینکه اینو آروم زدیم، حالا یه ذره سریع‌ترش هم میتونیم بکنیم. بگیم مرحله دوم. حالا یه باز میخوایم یه مرحله اینو شاید دیگه نتونیم تون ترش کنیم خیلی، بسته به اینکه چقدر کار کردیم، چقدر سنتور زدیم و چقدر میتونه این چپ ما از مچ بگرده، ولی میخوایم اینو حالا یه دونه ببینید. این چپی که اینجا داریم میزنیم در واقع میتونه پاملخی بشه دیگه. من دارم دو تا چپ میزنم،
یعنی با هر راستم یه چپ دارم میزنم. حالا من اگه بخوام اینا رو پاملخی کنم، هر کدوم از چپ ها رو بخوام پاملخی کنم، یعنی هر چپ به دو تا چپ تقسیم بشه، داره زمان این کم میشه. فقط چپ دام 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 دام. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. و این میشه چیزی که به نظر میرسه در اون صفحه اجرا شده. حالا ما میتونیم این رو که حالا دیگه این دیگه خیلی مشکل میشه، بخوایم اینا رو یکی در... یعنی من اگه بخوام سرعتمو از این یه حدی بیشتر بکنم، حالا هر نوازنده بسته به تجربه و اینکه چقدر توانایی اجرا داره، چقدر تمرین کرده، ولی در سطوح مثلا شاید متوسط به بالا در نوازندگی سنتور میتونیم اینها رو یکی در اگه بخوایم سریع تر کنیم دیگه چپ نمیتونه همه رو پاملخی بزنه. نکته اینه، ببینید من یه حدی این بخوام پایه رو زیادتر، سرعت رو زیادتر کنم که در صفحه انگار که اینطور نواخته شده، یعنی سرعت خیلی بیشتر از این چیزی هست که من اینجا دارم میزنم، مقداری مشکله و یه مقداری انگار دیگه دست از یه جایی ممکنه خسته شه. البته این خیلی کوتاه نواخته شده، شاید بتونیم اگه خیلی تمرین کنیم این رو بتونیم بزنیم اینطوری، ولی یه حالت اینه که دیگه میشه یه ذره حالا تنوع در مضراب. این پاملخی ها رو یکی در میون میکنیم، یعنی یه دونه دو تا میزنیم، یه دونه یکی میزنیم. دست حرکت کرد، یعنی دیگه ما چون درسی که گرفتیم اینه که این چپ از رو فا تکون نمیخوره، ولی میتونیم حرکتش این فرود این خیلی میخوام بهتون بگم که مهمه، برای اینکه ما داریم یک، اگه بتونیم اینو با این سرعت بزنیم این چهار مضراب رو، در انتهاش باید بتونیم یک جوری به یک نحو خیلی خیلی حرفه‌ای، برای اینکه سکته در موسیقی ایجاد نشه به اصطلاح، این رو بتونیم به یک فرودی ختم بکنیم و اون فرود در ماهور باشه، درست باشه و امکان این رو به گوش ما و گوش شنونده بده که ما بتونیم بقیه، فقط که نمیخوایم همین چهار مضراب بزنیم، قاعدتا این چهار مضراب در یک اجرایی در یک تعدادی از قطعاتی که میخوایم برای شنونده اجرا بکنیم قرار گرفته و بعد برسونه ما این رو به، معمولا هم میتونیم اینو در ابتدای ماهور بزنیم که به درآمد ماهور میتونیم